درود بر شما. بامداد روز شنبه 10 دی ماه مصادف با 31 دسامبر آخرین روز از سال 2022 بر شما نکو باشه. بنده اهورا نیازی هستم، شما شنونده و بیننده خبر امروز هستید. امیدوارم آخرین روز از سال 2022 شروع هفته کاری رو با آرامش شروع کرده باشید. یک افتخار جالب از کشور افغانستان: اولین خودروی سوپر اسپورت افغانستان با نام مادانو راهی خیابان‌ها شد. به گزارش از گجت نیوز، این ابر خودروی افغانستانی قرار است پس از حضور در نمایشگاه خودروی ژنو در ماه دسامبر، همون دی ماه خودمون، راهی نمایشگاه خودروی دوحه در قطر شود. یه فیلم ازش منتشر شده، تو خیابون داره عبور میکنه. اما همچنین گجت نیوز یک نقدی بر این خودرو داره، میگه که چیزی که از بدنه خودرو مشخص شده یک کپی درجه چندمی نسبت به نمونه های درجه یک جهان بیشتر نیست. تو همین چند سال گذشتم شاهد ساخت لامبورگینی ایرانی در مشهد بودیم که از یک موتور 8 سیلندر بیوک که فقط 220 اسب بخار تولید انرژی میکرد داخل این خودرو به کار رفته شده بود. پس این دست کارها و تبلیغات شدیدی که از سوی دولتی مثل طالبان انجام میشه بیشتر جبهه پروپاگاندا دارد و احتمالاً روی پیشرفت صنعت تقریبا مرده خودرو افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. از طرف صحبتشون درسته، ولی به هر صورت یک انسان، یک جوان پر امیدی دست به چنین اقدامی زده و اونش قابل تحسینه. دمشون گرم. تصاویر منتشر شده از گلکسی A54 ظاهری شبیه به پرچمدارهای سال 2023 سامسونگ رو نشون میده. شبیه به چی؟ S23 ها. به صورت رسمی در سه ماهه اول سال 2023 ما گلکسی A14, A24 و A34 رو شاهد خواهیم بود در 4 رنگ مشکی، لیمویی، بنفش و سفید. اما از لحاظ ظاهری چیزی که از گلکسی 54 مشخصه چیزی شبیه به گلکسی S23 یا S23 پلاسه. دیگه تفاوتی بین ظاهر پرچمدارها و حتی میان رده های سامسونگ هم نیست. نمایشگری تخت با حواشی خمیده، 3 دوربین در پشت داره و خدا رو شکر دیگه خبری از حسگر عمق میدانی، تشخیص عمق میدانی در پنل پشتی دیده نمیشه. اما دیگر مشخصات سخت افزاری گلکسی 54 برای سال آینده: نمایشگر 6.5 اینچی فول اچ دی پلاس هستش، جنس پنل سوپر امولد، کیفیت بسیار بالایی رو بعد ازش انتظار داشته باشیم، نمایشگر 120 هرتزی و همراه چیپست پرقدرت اگزینوس 1380 که نسبت به 1280 سال گذشته که اون هم به اندازه کافی قدرتمند بود، نه خیلی، این به اندازه کافی قدرتمنده، باتری 5100 میلی آمپر ساعت و همراه اندروید 13 عرضه میشه، دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی، دوربین 12 مگاپیکسلی خیلی عریض و یک دوربین 5 مگاپیکسلی ماکرو. خراب کردم، ای کاش ماکرو نمیذاشتن توش. استاندارد IP67 داره، مقاومه به نفوذ آب و ذرات گرد و غبار، 5G رو پشتیبانی میکنه، Wi-Fi 6 رو پشتیبانی میکنه، GPS، بلوتوث 5.3، NFC، USB Type-C رو هم پشتیبانی میکنه. من فکر میکنم بخواد بیاد توی ایران با قیمت 15 میلیون تومان تا شاید 18 میلیون تومان معامله بخواد بشه و این قصه بسیار ترسناکیه، چون اینها میان رده هایی بودن 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، بعد شدن 8 میلیون تومان، بعد شدن 11 میلیون تومان و احتمالاً امسال به رقم 15 تا 18 میلیون تومان هم برسن. مسکن ببینه چقدر گرون میشه. خیلی خب، بپردازیم به 4 لپتاپ سال 2022 با طراحی های خاصی که داشتن. لنوو ThinkBook Plus Gen 3 لپتاپی هستش که توی پنل صفحه کلیدش یه دونه نمایشگر در رزولوشن 1280 در 800 در رزولوشن HD قرار داده. جنس پنل LCD هستش با هدف کمک به طراحان دیجیتال. چیزی که مشخصه قلم کوچیکی که داره و محدودیت هایی که این تبلت الان اضافه کرده، تبلت منظورم اون نمایشگریه که کنار صفحه کلیده، به نظر من برای افراد آماتوره، چرا که طراحان حرفه‌ای دیجیتال خودشون قلمشون رو دارن، بساط خودشون رو دارن. این نمایشگر کوچیک قابلیت روتیشن هم نداره،
خیلی به نظر من وسیله کارآمدی نمیاد، چون ببین طراح که داره طراحی میکنه ممکنه دستشو جابجا بخواد خیلی بکنه، بعد این از اونجایی که حواشی قرار گرفته و در حاشیه قرار گرفته و از اون طرف هم ارتفاعی داره از سطح زمین، ممکنه به نظر من در حس من اینه که در طراحی خیلی کارآمد نخواهد بود، ولی به هر حال طراحی جالبی بود، ارزش اشاره بهش رو داشت. خیلی خب، لپتاپ بعدی دل ورک استیشن با 128 گیگابایت مموری. به تصویرش که نگاه میکنید طراحی خاصی نداره، مشخصات سخت افزاریش هم خاص نیست، پس چرا اومده تو این لیست؟ در تصویر بعدی به ماژول های رم لپتاپ ها نگاه میکنید. مدل سمت چپ ماژول مموری هستش که تا امروز شما در لپتاپ ها تجربه کردید. دوستان عزیزی که در پادکست ما رو دنبال میکنم پوزش میخوام، نمیتونم شرح بدم براتون چه شکلیه، چون قابل شرح نیست خیلی، ولی به هر صورت دل موفق شده در ماژول مموری جدیدش 57% قطر مموری ها رو کاهش بده. تا امروز مموری هایی که توی لپتاپ های دیگر برند ها قرار می گرفتن نهایتا 32 گیگابایت مموری در هر ماژول قرار می گرفت، اما دل با این حرکتش تونست 128 گیگابایت مموری رو داخل یک ماژول قرار بده. پس در نتیجه تونسته ورک استیشنی بسازه باریک، سبک، با مموری بسیار بالا. لپتاپ بعدی ایسوس زنبوک 17 اینچی خم شونده یا تاشو فولد جنس پنل اولد هستش. طراحی زیبایی داره، فکر میکنم آریان ابرونی هم توی یوتیوب خودش این لپتاپ رو پوشش داده بود. لپتاپ تبلت میشه، صفحه کلید جدا شونده داره، تلویزیون میشه، همه کار برات میکنه و بسیار هم دستگاه جذابیه. اما ایرادی که بهش میگیرم دو تا چیز هست. یکی قیمتش 3500 دلار قیمت بالاییه. در مرحله دوم هنوز صنعت نمایشگرهای تا شونده به اون مقاومتی که باید نرسیده. بعد شما لپتاپ بخوای استفاده بکنی خیلی خم و راستش میکنی و در نتیجه در معرض استکاک بالایی قرار میگیره. خیلی خب، لپتاپ بعدی دل XPS 13 پلاس هستش. چیز خاصی خیلی نداره. این که دل اومده یک لپتاپ بسیار باریک طراحی کرده، بعد از اون طرف تونسته با طراحی خاص در سخت افزار دستگاه خودش فضای بالایی صفحه کلید رو کمتر بکنه، به صفحه کلید کلیدهای لمسی خازنی اضافه بکنه که نورانی میشن، از اون طرف صفحه کلیدش رو بزرگتر بکنه. از لحاظ طراحی طراحی جالبی داره، ولی کلن کلیدهای لمسی خازنی خیلی طرفدار ندارن در لپتاپ ها، چیزی که در مکبوک پرو سال 2020 اگر اشتباه نمی کنم دیدیم برای آخرین بار که یه صفحه لمسی خیلی جذاب و کارآمد به نظر می اومد داشته باشه، ولی در نهایت حذفش کرد تو سال 2022. خبر بعدی iOS 16 به شما امکان تغییر فونت در گوشی موبایل رو میده. چه جالب. نه، به صورت رسمی این اتفاق نمیفته. یه آقای گیکی در iOS 16 و 1 و 2 از یک شکاف امنیتی تونسته 4 تا فونت در داخل این سیستم عامل بریزه. اگر هنوز به 16 و 2 به روز رسانی نکردید، من لینکش رو در بخش کپشن قرار میدم، میتونید کلیک کنید خودتون برید اطلاعات کاملش رو در بیارید. یه اپ دانلود میکنید و بعد میتونید تغییر ظاهر گوشیتون رو ایجاد بکنید. در مجموع 20 ایالت آمریکا اپلیکیشن تیک تاک رو تحریم کردن و به تازگی ایندیانا هم به اون اضافه شده. داستان از این قراره که افراد، کارمندان دولت حق ندارن تیک تاک تو گوشیشون داشته باشن به سبب مسائل امنیتی. از اون طرف شهردار، دولت مردان، سخنگویان دولت در تلاشن در تریبون‌های مختلف به مردم خصوصا والدین اعلام کنند که تیک تاک رو از گوشیاتون حذف بکنید، به دو دلیل، یکی مسائل امنیتی، ولی بیشتر برای خانواده ها از باب امنیت مهمتر بحث سلامت روان نوجوانان و کودکانشون هستش. معتقدم به اینه که تیک تاک بدون هیچ حد و مرزی محتواهای جنسی، محتواهای نامناسب سن کودکان رو نمایش میده، هرچند که شما بزنی کودک من 13 سال نداره، زیر 13 سال باز هم فضاش مناسب نیست، فضاش سیف نیست و میگن که فرزندان ما با ارزشترین، دقت بکنید، فرزندان ما با ارزشترین دستاوردهای مملکت ما هستند، باید برای حفظ سلامت اونها کوشا باشیم و اونها رو خوب تربیت کنیم. تو جریانات اخیر دانشجویان ما چطوری خطاب میشدن؟ قصه تلخ و دردناکیه. نوع نگاه تو به جهان رو برای تعریف میکنه.
خیلی خب، میپردازیم به آخرین خبر. CES 2023 بالاخره باید جذاب باشه. بعد از 2 سال از ژانویه 2020 به این ور به سبب حضور کووید و تغییر زندگی مردم، ما CES جذابی رو ندیدیم. CES نمایشگاهی بود که سالانه در لاس وگاس برگزار میشد بین 5 تا 8 ژانویه، امسال هم در همین تاریخ برگزار خواهد شد و امیدوارم که حضور گسترده ای از شرکت ها رو ببینیم توی CES و کانسپت های جالبی رو هم دنبال بکنیم. بعد از اینکه آیفون سر از رقم 100 میلیون تومان در آورد، بعد از اینکه آیفون 14 ورودش به ایران ممنوع شد، به وضوح میشه دید که صنعت تکنولوژی خصوصا تک بلاگری مرد. تو وقتی نتونی راجع به مهمترین گوشی، مهمترین دستاورد آیتی جهان صحبت بکنی، دیگه چه ارزشی داره کار کردنش؟ وقتی همه سایت ها فیلترن، وقتی اینترنتی دیگه نمیخواد در اختیار مردم قرار بگیره، دیگه چه کار میشه کرد؟ باز هم تکرار میکنم، من یاد اون ناخدا، نایاد اون سازنده، یاد اون نوازنده فیلم تایتانیک میفتم که در آخرین لحظه‌ای که کشتی داشت غرق میشد، باز هم به عمل خودشون ادامه دادن، سر وظیفه و جایگاه خودشون موندن. خیلی روزگاران سختیه. تحسین میکنم هر کسی که داره فعالیت میکنه این روزا رو، چون اگر کمی آگاه باشن جلوی چشمشون پایان عمر اکوسیستمشون رو میبینن. باور کنید کسی بعید میدونم این روزا خیلی برای پول کار کنه، چون پولی توش نمونده دیگه، بازاری نداره. دم همه اونایی گرم که این همه سال فعالیت کردن. تا روز آخرش محتوا میسازم. از امروز باهاتون خداحافظی میکنم. اگر دیگه همدیگر ندیدیم، فردا هم همدیگر دیدیم، باز هم با هم خداحافظی میکنیم. شاید دیگه همدیگر ندیدیم. دوستتون دارم. ارادتمند شما. هر شبانه روز، هر روز هفته. ابرانی عزیزم.